مسئولان محلی و جامعه طبی هرات هشدار می‌دهند که اگر مردم در برابر تدابیر پیشگیرانه در امر مبارزه با ویروس کرونا کوتاهی کنند، افراد بسیار زیادی به این ویروس واگیر و مصاب خواهند شد. سخنگوی والی هرات می‌گوید که اکنون مردم قرنطینه را شکستندند و باید برای در امان ماندن از شر این ویروس نکات صحی و فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر رعایت نمایند. در چند روز گذشته که مردم در هرات قرنطینه را به گونه خودسر از بین بردند، مسئولان محلی این ولایت میگویند که باید فاصله گذاری اجتماعی و همچنان نکات صحی را بیشتر رعایت کنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که اکنون مردم شرایط قرنطینه را در هرات رعایت نمی کنند و مهمترین موضوع رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حفظ صحی شخصی می باشد. خب متاسفانه عدم رعایت حفظ صحی سبب میشه که انتشار ویروس سرعت بیشتری بگیره. ما اگر فاصله ها هم در شهر در نانوایی یا در اماکن عمومی مد نظر نگیرید، اگر از ماسک استفاده نکنید، اگر توصیه‌های صحی به گونه جدی مراعات نکنیم، در حقیقت خود ما خطر به جان خریدین و آغوش باز کردین که ما بدون هیچ گونه محدودیت مصاب بیماری بشیم. بنابراین از خانواده ها، از شهروندان و از مردم تقاضای ما این هست تا در زمینه رعایت توصیه های صحی ما را هم کاری کنیم. شماری از باشندگان هرات نیز میگویند که باید مردم در صفوف بانک ها و نانوایی ها و یا هم سایر صف ها فاصله پیشنهاد شده از سوی دکتران را رعایت نمایند تا هم خودشان و هم سایر اطرافیانشان از شر ویروس کرونا در امان باشند. به خاطر اینکه ویروس کرونا بیشتر در بین مردم شایع نشه، از تمام شهروندان خواست مهمی است که در صف بانک اگر میرن و در هر جای دیگه‌ای که شلوغ باشه، وقتی که حاضر میشن یکم صف رعایت بکنن و نزدیکی رعایت بکنن تا به اینکه باعث نشه که همین ویروس کرونا بیشتر شایع پیدا کنه. در این روزا وضعیت کشور ما، نه تنها کشور ما که وضعیت جهان رو به بحران است، بحران صحی وجود داره. ما باید در بانک ها، در اماکن که صف های شلوغ داره اونجا باید ما فاصله یک متری رعایت کنیم و تا از شر از ویروس در امان باشیم. پس از شکسته شدن قرنطینه هرات از سوی باشندگان این شهر، در چند روز گذشته آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این ولایت رو به افزایش است و مقامات صحی میگویند که اگر مردم نکات صحی را رعایت ننمایند، شیوع این ویروس بیشتر می‌گردد.